بنام خدا و بارز سلام به خبرهای امروز سه شنبه 19 حمل سال 1399 خورشیدی با من هوشا مبارز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. اهدای دستگاه تشخیص ویروس کرونا از سوی ریاست زراعت به صحت عام بلخ. ظرفیت دستگاه خیلی بلند هست، شما در یک نیم ساعت میتونید که تا 90 سمپل بتونید این معاینه کنید. نگرانی ها از ابتلا شدن کارمندان صحی به ویروس کرونا. ما اونم لباس محافظتی ما بسیار محدود است. پیشنهادات مشخص در این زمینه شده. قبلا تدارکات ملی در این قسمت تصمیم خود اتخاذ کرده. و افزایش تعداد مبتلایان ویروس کرونا در کشور. مشروع خبرها. ریاست زراعت ولایت بلخ یک دستگاه تشخیص ویروس و کرونا را به صحت عام بلخ کمک کرد. رئیس زراعت بلخ می گوید این دستگاه قادر است همزمان در مدت 1.5 ساعت بیش از 80 سمپل را تشخیص دهد. در همین حال رئیس صحت عام بلخ از ثبت 5 واقع مثبت دیگر در بلخ که در مجموع 11 تن می شود خبر داده می گوید با این دستگاه می تواند فعالیت هایشان را افزایش دهند. افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا و ثبت 5 مورد مثبت دیگر در ولایت بلخ در کنار شهروندان نهادهای مختلف را نیز دست به کار کرده است. اینجا ریاست زراعت بلخ برای مبارزه با ویروس کووید 19 و جلوگیری از شیوع این ویروس دستگاه تشخیصی را به صحت عام بلخ کمک می کند. مسئولان در ریاست زراعت بلخ می گویند این دستگاه که قادر به تشخیص ارنه و بیماری است می تواند در مدت 1.5 ساعت بیش از 80 نمونه را تشخیص دهد. دستگاهی را که شما می بینید برام دستگاه PCR یا دستگاه تشخیصی است که امراض مختلفه که بین البته هم در انسان هم در حیوان هم اگر باشه می تواند که تشخیص بده. این دستگاه به خاطر تست کرونا هم استفاده میشه. ظرفیت دستگاه خیلی بلند هست، شما در 1.5 ساعت می تواند که تا 90 سمپل بتونید این معاینه کنید، یعنی 90 سمپل یا 80 سمپل در 1.5 ساعت این میتونه که نتیجه شه برای شما بازگو کنه. وزارت محترم زراعت با وزارت محترم صحت عامه تا یک تفاهم نامه که امضا کردن، تفاهم نامه همکاری بود که ریاست های محترم زراعت که این ماشین PCR داره، ماشینی که توانایی سمپل گیری یا تجزیه را داره، با ریاست های صحت عامه انتقال بیفته. و امروز شما شاهد هستین که ریاست محترم زراعت بلخ ماشینالات لابراتوری خود به ریاست صحت عامه اهدا میکنه و ما امیدوار هستیم که تا 200 تن در روز توانایی از این کسب بکنیم که نتیجه را بگیریم و اعلان بکنیم. هرچند تلاش های زیاد برای پیشگیری از گسترش این ویروس جریان دارد، اما رئیس صحت عامه بلخ از ثبت 5 مورد مثبت دیگر در این ولایت خبر می‌دهد. با ثبت این 5 مورد شمار مبتلایان در بلخ به 11 تن رسیده است. آماری که در بلخ مثبت بوده تا به امروز 11 نفر بوده. مشکوک در حدود 20 چند نفر است. و خوشبختانه یک چیزی که می‌خوایم فراموشم نشه بگویم که ما هفته گذشته هم یکی از هموطنان ما شفا یافت و رفت به خانواده خود پیوست و امروز یکی دیگه از هموطنان ما از وارد ایزولوشن انشالله که میره به طرف خانواده خود و او هم سمپلی که ما گرفتیم یعنی بار دوم او منفی برآمد و صحت یاب شده. بر اساس تفاهم نامه وزارت زراعت و صحت کشور قرار است وزارت زراعت تعداد از دستگاه های تشخیصی را جهت مقابله با ویروس کووید 19 مساعدت کند. آمارهای نشر شده از سوی وزارت صحت کشور نشان می‌دهد که تا اکنون 423 تن در کشور به ویروس کرونا آلوده بوده که از این میان 11 تن در ولایت بلخ ثبت شده است. در پی افزایش افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور، آگاهان امور صحی از کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی برای کارمندان صحی ابراز نگرانی می کنند.
آنان به این باورند که دانش کافی در وجود دکتران و دیگر دستاندرکاران در عرصه صحت وجود داشته، اما به منظور محافظت از تیم صحی توجه کافی صورت نگرفته است. موردی که رئیس صحت عام بلخ نیز آن را پذیرفته و علتش را عدم پیشبینی شیوع این ویروس در بودجه سال مالی می‌پندارد. در پی افزایش افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به شمول کارمندان صحی، حال آگاهان امور صحی از کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی برای کارمندان صحی اظهار نگرانی می کنند. آنان به این باورند که دانش کافی در وجود دکتران و دیگر دستاندرکاران عرصه صحت وجود داشته، اما به منظور محافظت از تیم صحی توجه کافی صورت نگرفته است. مواردی که رئیس صحت عامه بلخ نیز آن را پذیرفته و علتش را عدم پیشبینی شیوع این ویروس در بودجه سال مالی می پندارد. امروز الحمدلله چپن سفیدای نازنین ما در بلخ با دانش لازم و آگاهی کافی از دشمن که عبارت باشه از ویروس کرونا هستند در مبارزه و تا اندازه هم حمایت میشن. البته که یک مقدار مو وسایل حمایتی وسایل محافظتیشان کم است و خودشان بیشتر در معرض خطر هستند. ما اونم لباس محافظتی ما بسیار محدود است. پیشنهادات مشخص در این زمینه شده، قبلا تدارکات ملی در این قسمت تصمیم خود اتخاذ کرده، اونا خریداری های خود کردن و ما امیدوار هستیم به زودترین فرصت تجهیزات ما به دسترس ما قرار بگیره که در این قسمت مشکل نخواهد داشتیم انشاءالله. اما میمانه دکترای ما که در مجموع در حدود 750 تن از کارمندای صحی، کسایی که از خدمات میکنن و مستقیم برای مریض سر و کار دارن. ما در این قسمت مشکلات داشتیم، چرا به طور مثال ما برتان میگم در قسمت قرارداد که ما امرای قراردادی خود کردیم، مثلا هندرپ یا امی مایه که دستار از دفنی میکنن، ای اصلا پیشبین نشده بودیم. بنان نیاز داشتیم که از بازار علایده بخریم. کارای از وام صورت گرفته. از سوی دیگر در حالی که قرار از فردا چهارشنبه 20 حمل مرحله سوم وضع محدودیت در ولایت بلخ عملی گردد، رئیس پیشین صحت عامه این ولایت خواهان انگیزه دهی به مردم بوده، از همه می خواهد تا ضمن توجه جدی به نظافت فردی و تغذیه سالم هراسان نباشند. آقای حکمتی نیز از مردم می خواهد تا مقررات وضع محدودیت را رعایت و از قرار گرفتن در قرنطینه نهراسند. ناامیدی خودش و بیمورال شدن خودش مقاومت بدن پایین می سازه. من فقط پیشنهادم برای کل هموطنهای عزیزی است که دستورالعملهایی را که وزارت صحت عامه و چپن سفیدا دکترها متخصصین میدن این را رعایت بکنن، از اجتماعات خودداری بکنن. تجمعات سبب گسترش ویروس و بیماری میشه. لطفا در صورتی که نیازی نباشه به بیرون رفتن از خانه، در خانه های خودشان بمانن. مخصوصا این مشکل بیشتر سالمنداره متاثر میسوزه که مقاومتشان پایین است، اونا خوب باید 100% در خانهایشان باید باشن. چیزی که ما زیاد برای ما امیدوار کننده است در ولایت بلخ ای است که یک تعهد جدی در سطح رهبری وجود داره. هموطنان ما که بازگشت میکنن از ایران یا از جاهای دیگه، این میره خود خانواده ها پنهان میکنن، بازگشت از ایران پنهان میکنن. اونا فکر میکنن که اینمی قرنطین یعنی زندان، یعنی زندانی شدن، یعنی رفتن به طرف یک جای بسیار وحشتناک و خطرناک و تاریک. ما میخواهیم که با استفاده از فرصت برای خانواده های محترم بگویم که وقتی که ما قرنطین میگیم، قصد ما ایست که اینمی افراد را که از سفر آمدن برای مدت 12 روز یا 14 روز از این خانواده جدا نگاه بکنیم. قرنطین زندان نیست. میشه بگویم که ما بر از یا یک مهمانخانه جور کردیم. هر کدام از یا ماهای متواتر حتی سالهای متواتر از خانواده دور بودن. این خوب است که برای تضمین خانواده خود 14 روز دیگه هم تحمل بکنن و دمی مهمانخانه ریاست صحت عامه یا قرنطین بگویند. قرنطین فقط و فقط اینمیست که ما افراد و ایربی هموطنهای بازگشت کننده خود در یک جای جدا نگهداری میکنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که با جان باختن یک دکتر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، مسئولیت کارمندان صحی با جدیترین نگرانی به آگاهان امور صحی و کارگزاران حکومت مبدل شده است. به طوری که حکومت به منظور تشویق و حمایت کارمندان این بخش امتیازشان را 3 برابر افزایش داده است. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. خوش آمدید به ادامه خبرها و نگاهی زودگذری داریم به چند رویداد مهم دیگر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمار مبتلایان پس از ثبت 56 مورد تازه مثبت ویروس کرونا، شمار مبتلایان به کرونا در کشور به 423 تن رسید. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، در 24 ساعت گذشته 27 مورد در هرات، 12 مورد در کابل، 10 مورد در کندهار، 5 مورد در بلخ و 2 مورد دیگر در ننگرهار ثبت شده است. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمد اشرف غنی 450 میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به ولایت‌های بدخشان، کندز، بغلان و تخار اختصاص داده است. ریاست حفظ مراقبت سالنگ‌ها اعلام کرده است که به دلیل وجود یخک، بارش برف و وزش باد این شهرها تا بهبود وضعیت برای موتورهای تناش بلند مسدود شده است. این ریاست افزوده است که بر اساس پیش بینی بارش برف و وزش باد در هر دو طرف سالنگ ها تا اواخر روز پنجشنبه هفته جاری ادامه می یابد. بر اساس این تا بهبود وضعیت شارای سالنگ برای موتورهای تناش بلند مسدود شده است، اما رفت آمد سایر وسایط با رعایت مقررات و داشتن چنگ جریان دارد. بزرگراه سالنگ 9 ولایت شمال کشور را به کابل وصل می کند. هر اسگاهی به دلیل بارش برف این شارا برای ترافیک بسته می شود. حالا هم یک خبر خارجی. آمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از 10,000 نفر گذشت. شمار قربانیان ویروس کووید 19 در آمریکا به 10,300 تن رسیده و شمار مبتلایان به این ویروس هم در این کشور از مرز 350 هزار نفر گذشت. بیش از 90% مردم این کشور دستور ماندن در خانه دریافت کردند و نیویورک که تعداد جانباختگان آن نسبت به روز گذشته کاهش داشته، با مشکل دفن اجساد روبرو شده است. وبسایت دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا که به طور زنده آمار مبتلایان، قربانیان و بهبود یافتگان کرونا در سطح جهان را اعلام می‌کند، تعداد جانباختگان کووید 19 در آمریکا را 10335 نفر اعلام کرد. بدین ترتیب آمریکا هم به جمع ایتالیا و اسپانیا پیوست که آمار جانباختگان آنها 5 رقمی شده است. مثلث اسپانیا، ایتالیا و آمریکا روی هم نیمی از آمار جانباختگان کرونا در جهان را تشکیل می‌دهند. روز دوشنبه آلمان هم با ثبت بیش از 101 هزار مبتلا به جمع کشورهای 6 رقمی در جدول کرونا پیوست. در همین حال فرانسه که با حدود 98 هزار مبتلا در ردیف پنجم و پس از آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و آلمان قرار دارد، روز دوشنبه با اعلام 833 قربانی طی 24 ساعت گذشته بدترین آمار روزانه خود را به ثبت رساند. با وجود این، روند نزولی آمارها در اسپانیا و ایتالیا مقام‌های اروپا و همچنین آمریکایی‌ها را امیدوار کرده است، چرا که می‌گویند مختصات نمودارهای این دو کشور بسیار مشابه آن چیزی است که در چند کشور دیگر چون فرانسه و آلمان و بریتانیا هم به ثبت رسیده و همچنین شهر نیویورک در آمریکا هم با نمودار مشابه روبروست. شمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونا در جهان به 1,331,000 نفر رسیده که از این میان بیش از 73 هزار نفر جان خود را از دست دادند و 275 هزار نفر هم با عبور از روزهای بحرانی سلامت خود را دوباره به دست آوردند. توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو واحد پولی اروپا 81 افغانی و 50 پول. یک درهم امارات 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول. هزار روپیه هندی 900 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 470 افغانی.
پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف بارانی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. سرپل بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. میمنه بارانی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 0. فیض‌آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 1. طالقان بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 1. کندز بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. پلخمری بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. شبرغان بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3. و ایبک بارانی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. این بود تازه‌ترین رویدادهای خبری که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.